گزارش اخیر مرکز آمار ایران حکایت از آن دارد که بهار امسال محصول ناخالص داخلی این کشور رشد منفی 3.5% با نفت و منفی 1.7% بدون نفت را ثبت کرده. احمد علوی همراه ماست، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد، تا به اوضاع رشد اقتصادی در نیمه اول سال 99 بپردازیم. آقای علوی، این آمار بیانگر چه روندی در اقتصاد ایرانه؟ این آمار بیانگر این است که رکود در ایران تداوم داره و البته این چیز شگفت‌آوری نیست، پیش‌بینی می‌شد، چرا که با کاهش درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌ها و همچنین صادرات غیر نفتی ایران به دلایل مثل بحران کرونا، خب از اون جهت که اقتصاد ایران یک اقتصاد برونزا و درونگرایی است، طبیعی بود که در ادامه سالهای گذشته، چون ما در سالهای گذشته هم رکود داریم، این رکود ادامه پیدا بکنه و این معناش این است که اقتصاد ایران، اون کیک بزرگ اقتصاد ایران البته کوچکتر شده و کوچکتر خواهد شد و این طبیعی است که با این فرایند مسیر سرمایه گذاری و مصرف کاهش پیدا خواهد کرد و معنای این در سطح خانوار اینه که فرصت‌های شغلی کاهش پیدا خواهد کرد، درآمد سرانه کاهش پیدا خواهد کرد و ما شاهد فلاکت بیشتری رو در اقتصاد ایران خواهیم دید. البته با توجه داشت که این آمار آمار کل سال نیست، بنابراین باید با احتیاط اون رو تحلیل کرد و البته با توجه به شرایطی که وجود داره به نظر نمیاد که تغییرات بسیار بزرگی رخ بده و این فرایند احتمالاً تا آخر سال حفظ خواهد شد و ما شاهد رکود، تداوم رکود در سال جاری خواهیم. آقای علوی، مرکز آمار ایران گزارش داده که محصول ناخالص داخلی گروه کشاورزی رشد داشته و برعکس گروه صنایع و معادن و گروه خدمات نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش داشتن. ارزیابی شما از این تغییرات چیه؟ بخش کشاورزی بخش کوچکی از اقتصاد ایران، در مقابل بخش خدمات که بیش از 50% تولید ناخالص داخلی ایران رو تشکیل میده و بخش صنعت که نزدیک بیش از 25% هست، اینها بخش های اساسی و پیشرو اقتصاد ایران هستند و البته بسیار هم وابسته هستند به خارج، به این معنا که با صادرات نفت که درآمدهای حاصل نفت تزریق میشه به اقتصاد ایران و به هر حال رشد اقتصادی در ایران تأمین میشه. خب رشد کشاورزی اگر وجود داره بسیار اندکه و البته طبیعی به نظر میرسه از اون جهت که محصولات کشاورزی که کالاهای غذایی و اساسی هستند همواره تقاضا براشون در ایران وجود داره و با افزایش جمعیت طبیعی است که این به اصطلاح شاهد این افزایش اندک تولید ناخالص داخلی در این بخش باشیم. اما تا وقتی اون دو بخش دیگه، یعنی بخش صنعت و بخش خدمات، که بخش خدمات حتی به یه معنا میشه گفت که قوه محرکه ایجاد اشتغال هست، بخصوص در عرصه مشاغل و مؤسسات کوچک، بله، اقتصاد ایران همواره شاهد تداوم رکود خواهد بود و البته با توجه داشت که مسئله به اصطلاح اون رشد اندک بخش کشاورزی نمیتونه اون کاهش شدید تولید ناخالص داخلی در اون بخش رو جبران بکنه. احمد علوی بود، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد.